رضاییان پشت توپه، از اونجا ارسال میکنه روی دروازه، موقعیت هست، ضربه سر رو میزنه دانشگر. خود آلوز یه ارسال بلند روی دروازه، داشت اشتباه میکرد مدافع سپاهان یا شهریار مغانلو بود اونجا. یه پاس بلند فرشاد احمدزاده به دنبال تو، فرشاد یه پاس عالی، موقعیت و گل 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 برای سپاهان. شهریار مغانلو آقای گل فصل پیش، خیلی زود، خیلی زودتر از اون چیزی که انتظارش میرفت پاش به گلزنی باز میشه در بازی اول هفته اول. چه ضد حمله ای زدن طلای پوشان سپاهان. ترک عادت نمی کنه مغانلویی که عادت داشتیم معمولا از هفته های چهارم پنجم پاش به گلزنی باز می شد، اما این فصل مثل که میخواد منفجر کنه. بازی اول، گل اول، آقای گل فصل قبل، ببینید پاس خوب رو فرشاد احمدزاده چه فراری کرد با استکای جدید خودش. این پاس رو به جلو، مغانلو به توپ رسوند خودش رو و در مسافه کاملا تک به تک دروازه پور حمیدی رو باز میکنه. پور حمیدی که فصل پیش با آلومینیوم اینجا کلین شیت کرد، این بار با تراکتور نمیتونه این کار انجام بده. دور میشه، تبدیل میشه به یه حمله، موقعیت هست برای سپانیار. پاس رو به عقب ببینیم حساب میشه یا نه. نه، مغانلو گوشه زمین به توپ میرسه، با پای راست ارسال میکنه روی دروازه، موقعیت. یه لحظه موقعیت هست برای گل دوم و گل دوم رو رضا اسدی میزنه. رضا اسدی، پاس عالی رضا شکاری و اینم گل دوم سپاهان. بازی فوق العاده جوندار و پرگلی رو تا اینجا شاهد هستید. شماره 10 ارسال روی دروازه، خطرناک، خیلی موقعیت خطرناک و چه ارساله. آقاسی برخورد میکنه، این سمت رامین رضاییان یه ارسال، موقعیت برای گل سوم، تیر دروازه، اما قبلش بازی متوقف شده. یه حرکت، یه پاس سمت چپ، موقعیت هست برای سپاهان. چه توپی را از دست داد شهریار مغانلو. ببینید چه تو سر توپی، شجاع خلیل‌زاده بعد جور جوامون. و پیام حیدری هم صحبت میکنه اونجا، درگیری رو ببینید، صفادی رو ببینید چیکار دارن میکنن بازیکن دو تیم، دانشگر و صفادی. کارت زرد برای دانشگر و صفادی. حالا یک ضربه آزاد از میانه زمین هم باید به سوی سپاهان زده بشه، یه موقعیت خطرناک. حسین پور حمیدی در مرکز دروازه، خود رامین رضاییان، موقعیت خطرناکی میتونه برای سپاهان باشه، یه موقعیت خطرناک. دوم سپاهان هم زده میشه. صحنه ها رو ببینیم، گلی که تأثیر بازیکن سپاهان روی ضربه سر زده شد، خیلی بد کار کرد حسین پور حمیدی، دست کار میکنه، یه موقعیت خطرناک. میلاد زکی پور داره با داور مسابقه صحبت میکنه. بله، فکر میکنم که بازیکن سپاهان از زمین مسابقه اخراج خواهد شد. خطایی که نیلسون باربوسا انجام داد، یه لحظه از پشت گرفت نذاشت دیگه حرکت کنه. درگیری ها در این لحظات بیشتر و بیشتر میشه. خطایی که برای کاوه رضایی انجام شد، یه لبخندی هم روی لبش داشت تا داور مسابقه صفاهادی رو با کارت زرد جریمه کنه. حالا یه کارت قرمز هم داور مسابقه نشون داد، ترک خواهند کرد. یه ارسال بلند از محمد نادری، ضربه سره که بازیکن تراکتور زد و گلی که در نهایت به ثمر میرسونند. سعید کریم آذری که به زمین مسابقه اومد، محمد نادری ارسال خوبی انجام داد، ضربه سری که دقیقا از نقطه 5.5 توسط عارف رستمی صورت گرفت، واکنش از پیام نیازمند و در برگشت سعید کریم آذر بود که تونست از موقعیت نهایت استفاده رو ببره و با یک ضربه سر دروازه سپاهان رو باز کنه. حالا بازی 3-1 میشه. محمد نادری هم موفق میشه حالا یک پاس گل رو به نام خودش به ثبت برسونه.
فرشاد احمدزاده و بله بازی هم با سوت آقای پیمه حیدری به پایان میرسه، بازی که 3-1 به سود اصفهان شد.